چقدر بعضی مردم بیرحم. بعضی مردم مجبورن. نگاه کن، جسد زنش رو تیکر تیکر کرد گذاشت تو چمدون، حالا با چه خون سردی تنو پیچش میکنه. از کجا فهمیدی؟ قاتل فهمید، قاتل فهمید. نخور. کمال شوخیت گرفته؟ شوخی کدومه؟ تمام چیپسا رو خوردی؟ خوب کردم خوردم، بذار فیلمم رو نگاه کنم. رئیسای خودم شب بخیر. خداحافظ. خداحافظ. خیلی محبت کردی. خوش اومدی. خواهش. بازم از این کارا بکنی. ما که همیشه مزاحم مریم چیز می‌کنیم. آره نشسته بودی. نه که خیلی خونتون دوره. ها خدا بکنه وسیله نقلیه گیرمون بیاد. واقعا راست میگه به خدا. هر چیزی دارید. فردا صبح 200 تا گاو 200 کیلویی منتظرن تا به عمو لطفی صبح بخیر بگن. بعد اون شبا هم به این شب بخیر نگن اصلا خوابشون نمیاد. خیلی لطف کردین. برای همینی که بهم میگن لطفی. سلام آقای مرادی. کیه؟ همسایه جدیده، طبقه بالا میشه. امروز صبح اسباب کشی کرده. چقدر اونوقه، مثل که با خودش هم قهره. گمونم با ما قهره. خدا حافظ. خدا بفرم. کجا بودی؟ مجبور نیستم به توضیح بدم. اگه به این کارا ادامه بدی برات خیلی بد میشه.
منو از چیزی نترسون. من برای خودم میترسم، عواقب کارات متوجه منم میشه. برو بیرون، گفتم از این اتاق برو بیرون. برو بیرون. مریم، ها ترسوندیم. چون قصدی نداشتم. ببینم این دوربین تو چرا اون دوردورا رو نشون نمیده؟ حتما بلد نیستی باش کار کنی. داری عکس میگیری؟ نه خیر. آها، داری ادای اون خبرنگاره رو در میاری. خواهی از اسرار یک جنایت پرده برداری کنی. به هم میاد؟ کم نه؟ لطفی من پس من خوابم برده بود، یهو یه صدایی شنیدم. عوضش من گشنم بود، خوابم نبرده بود. اومدم تو آشپزخونه ببینم یه چیزی پیدا میکنم بخورم. آخه چرا یواشکی؟
میخواستم بیدار نشی. الحمدلله به خیر گذشت. آره شانس آوردی که سرتو تو تاریکی نیوردی بیرون. تو رو خدا دیگه از این فیلم ها نیار، اعصاب آدمو داغون میکنه. تازه فردا شب قراره خونه شام شبو بیاره، بی خود میکنه. بریم یه چیزی بخوریم. ببینم ساعت چنده. حالا وقت ساعت پرسیدنه. این آقا خروسه از صبح ساعت 4 یه ریز داره میخونه، یه دقیقه هم تق نکرده، معلوم نیست دلش از کجا گرفته. خروسه خانم تقویه واسه بچه ها خریده. دیروز تو راپله دیدمش، بهش گفتم که خروسه تو خیلی قشنگی خونه، گفت خیلی متشکرم. فکر میکنم از صبح تا حالا وقت نکرده باشه یه دوش حسابی بگیره. مطمئنی که اون زیره؟ فکر میکنی هر روز چجوری ساکتش میکنم؟ مگه آزاد داری آفیردی پایی؟ ببین تو رو خدا رو سر کنم و خیست کردم. من که میشناسم بدجنس، نظر معرفی کنم آب روز بده. بگم کی هستی؟ بگم خورم خیست کردم. فکر کنم امروز هر دوتاشون رو با هم ساکت کردی. خیلی بد شد. بیا از این مایونز بچش ببین ترشی شنوز است یا نه. شیرین باشه بهتره. خیلی خوب، پس اینم یه مایونز درجه یک خونگی علا با نصف قیمت. دست در مکنه هر دور شده. این صدای چیه؟ صدای همسایی بالایی است، از روی کولر میاد پایین. ببینم مثل این که صدای همه همسایه از تو آپارتمان شما رد میشه. صدای ما چی؟ والا وقتی با آقای لطفی بلند بلند دعوا میکنید میدونم زنت برداشته. ولی اگه زنم بفهمه چی؟ درست نیست به حرف مردم گوش. منو گیر اون نندازیم. مشکل خودته. داره با آقای دیروزی حرف میزنه. چند موقع فرصت بیده تا من بتونم ندارم. فهمیدی؟ آره فهمیدم. آره فهمیدم. خوبه، پس به جورج میگی؟ آره آره آره. با خارجی در ارتباطم. صدات میره بالا. اگه زنت فهمید صدای موزیکشون رو زیاد کردن که صداشون رو کسی نشنافه. چه بامزه. ما باید صبر کنیم. تا کی؟ تا موزیک تموم بشه. یه فکری به خاطرم رسید. فقط اینو بدون که من مثل یه سایه دنبال دستم. اگه کوچکترین حرکت مشکوکی بکنی. چی گفت؟ حالا من دیگه میرم. حالا صدای در. حالا
چه وقتی که بیام؟ کجا؟ ما باید بفهمیم این مرد صدا کنه کیه؟ مهی! سب کن! مهی سب کن! چرا کسی پایین نمیاد؟ نمیدونم. شاید قبل از اینکه ما به در برسیم رفته پایین. فیلش کن مهی. نه اگه زود به جمعیم حتما میتونیم در در ببینیمش. بیام سب کن کجا بفهمیم صدای کدومشون کلفته؟ دیر رسیدیم. بهتر نکنه میترسی؟ تو چی؟ من؟ هرگز. ببخش شما رو تسلیم دارم. نه نه ما نترسیدیم. نه مطمئن باشید ما اصلا نترسیدیم. پس اجازه بدید من رد شم. اجازه بدارم. ببخشید. ببخشید در غیاب من یه دوست قدیم میاد دیدنم. اگر احتمالا زنگ شما رو زد بگید شب من خونم. همون که صداشو مگه صداشو شما شنیدی؟ نه نه در هر حال متشکرم. شانس آوردیم. در چه مورد؟ نمیدونم. خب یکم از خودمون پذیرایی کنیم. شما درد نکنید. خواهش میکنم ببخشید دیگه من اینجا. خب میگفتی؟ آره چی میگفتم؟ راجب لباسی که داده بودی به دوزن. که؟ یعنی تو زیگه هیچ لباسی ندادی به دوزن؟ از عید پارسال نه. مهین اگه دوست آقای مرادی بیاد چه کار کنیم؟ خب بیاد پیغام آقای مرادی رو بهش میرسون. آهان تو عالم همسایگی آدم از این کارا خیلی میکنه. خب معلومه تو عالم همسایگی آدم خیلی. مگه در زدن؟ نه میگم که تا من اینا رو میبرم آشپزخونه جمع میکنم تو ببین کیه. من که هنوز هندونه نخوردم. عیب نداره بعدن میخوری. خب ببخشی خانم شما نمیدونی آقای مرادی چه برمیگردن؟ آقای مرادی گفتن که شما شبیه سری برید تا بیام پیش شما. بله متوجه نمیشم خانم. آقای مرادی گفتن شب برمیگردن. آها خیلی ممنون ببخشی ما زرم شد. ببخشی خواهش من بفرمه. شما سرما خوردید صداتون نازک شده؟
نه خیر خانم. حرفاتو باور کردم. من همیشه همه ی حرفاتو باور میکنم. آها، پس معلومه که اصلا حرفامو باور نکردی. چرا باید حرفاتو باور نکنم؟ چرا بکنی؟ پس حق میدی گاهی حرفاتو باور نکنم. خیر، اصلا بهت حق نمیدم. پس من حرفاتو باور میکنم. خب گفتم خب من چه میدونم. باشم، باید بریم یه جایی. همین الان؟ همین الان. بفهمی. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چشام شما نمیخوری؟ بفرمی. مگه من چی گفتم؟ نه جدی چی گفتم؟ گفتی حرفتو باور کردم. خب پس بعد چی میگفتم؟ ولی باور نکردی. عجب گیری افتادیم. سلام. سلام علی. چیزی شده؟ میشه ما بیایی تو؟ بله بفهمی. برو تو. بهش بگو. تو بهش بگو که ما امروز چی دیدیم و چی شنیدیم. ایوا چرا داری گریه میکنی؟ علی آقا اذیتت کرده؟ حالا بیا درستش کن. علی فکر میکنه من خیالاتی شدم. شما مردا چجوری دلتون میاد زناتونو به گریه بندازیم؟ من که گریهت ننداختم. من و تو یک بار برای همیشه تکلیفمون روشن شده. من تو خونه تو گریه بکن نیستم. تو خونه ما این مسئولیت افتاده گردن من. آقای فقدر کافی خندیدید. بفرمایید بشینید یه کمی ببینید ما چی میگیم. بفرمایید آقای بفرمایید. من این تو تعریف کن تا من برم چای بیارم. ببین اگه برای توضیح تا در بردن که ما آبری هم روی خون رو سیده خانمه ترمیه شده اینا و اون باده بیدار که از کل برزاد ما خندیدیم من این سنده دیگه نگذاشت بوده از راه گلیر من بشی بخش نبید اصلا دارش نیست که ما به حرف مردم پوش بدیم ولی پس دیگه آقا خود که من دیگه چه دارم اومد یه دقیقه ساکت از اول بگید یعنی از آب ریختن؟ آبم ریخته شده
خونا رو میشوسته. اون اصلا ربطی به این قضیه نداره. چرا ربط نداره؟ من میگم ربط نداره، قبول کن. خیلی خوب، پس بریم سر اصل قضیه. از اونجایی بگید که صندلی گذاشتید. آقای مرادی گفت این پول مال من نیست. مرد صدا کلفتم گفت برای من فرق نمی کنه. بعد آقای مرادی با وحشت گفت اگه زنم بفهمه چی؟ مرد صدا کلفته گفت مشکل خودته. چند وقتی به من مهلت بدین آخه من بتونم کرکشو بکن. همینجا بود که من خوردم زمین. پس زمینم خوردی؟ بهت که گفتم. خدا رو شکر. واسه اینکه زمین خوردم؟ نه، برای اینکه تولید نشده. بریم سر اصل قضیه. کلکشو بکن. کلک همه رو بکن. حوصله هیچ کسو ندارم، فهمیدی؟ فهمیدم، آره، فهمیدم. بس به رئیس فرنگیه میگی؟ آره، آره. سه بار بباره. آره، آره، آره. اگه زنت فهمید؟ بعد همینجا یه موزیک وحشتناک پخش کردن. موزیک متن بوده. صدای آهنگیشون زیاد کردن که صداشون رو کسی نشنفته. خب بعد چی گفتن؟ بعد ما تو یه مدت هیچی نشنیدیم، هیچی. خدا رو شکر. خب بالاخره چی؟ صبر کردیم تا موزیک تموم بشه. موزیک که تموم شد اون آقایی که صداش کلفته گفت یادت باشه من همه جا مثل یه سایه دنبالت هستم. حالا دیگه من باید برم. اینو گفت و از در زد بیرون. در محکم کوبید و رفت. ما دویدیم که ببینیم اون آقای که صداش کلفته کیه. هرچی منتظر شدیم هیچکی از پلاپایی نمید. رفتیم دم در حیات، اونجا هم کسی رو ندیدیم. همونطور که اونجا کنار در حیات وایساده بودیم یه دفعه از پشت سرمون یه صدایی شنیدیم. برگشتیم دیدیم آقای مرادیه. میخواست از در خونه بره بیرون. ما خیلی ترسیدیم. فهمید که شما دنبالش هستین؟ گمون نمی کنم، اما فهمید که ما خیلی ازش ترسیدیم. کاش یه کمی هم از من. کمال؟ حالا چه وقت شوخی کردنه؟ فکر کردی از ته دل گفتم؟ بیچاره مریم. واقعا که کاشی کمی هم حرفای ما رو باور میکردی. کسی هم تا حالا زنشو دیده؟ هیچ کس تا حالا هیچ چیزی از اون ندیده. چی شد مریم؟ مریم امروز کجا بودی؟ من که برات مهمه. ببین من یه فکری برای پولا کردم. حرفش رو نزن. اصلا من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. من اون پولا رو میخوام. یک شاهیش هم بهت نمیدم. اگه پولا رو بهشون ندم منو میکشن. برای من مهم نیست. فرصت زیادی برام نذاشتن. اصلا این پولا حق منه. من براشون خیلی زحمت کشیدم. نمیذارم به خاطر ندونم کاریای تو زندگی من سیاه بشه. ساکت شو. من دیگه ساکت نمیشم. گفتم ساکت شو. تمام چیز من از بین بردی. همه ی زندگی من سیاه کردی. بیچاره زن یه چیزی میخوام. همه تون این همید
زندگی و جوونی و داره نداره زنها رو میگیرید اون وقت برو نجاتش بده اون مربا اصله گرمتری نبود شوخی نگم کمان زندگی یه آدم بالا در خطره به هوایی که رفتید به همسایه جدید سر بزنید برید داخل زندگیش برید سر از زندگیش در بیارید اینم کادوش پس کاغذ کادوش کمال میبینی کارم کجا رسیده بریم برو من حرفی ندارم برام بالا فقط یه اشکال کوچیک دارم چیه؟ میترسم بریم من هستم برو بفرم خواهش میکنم بفرم علی بله مواظب خودتون باشین باش علی بله دیر نکنینا باشه میگم که دیگه چیه هیچ چیزی گفتی من نه باشه هیچ وقت خودم رو به خاطر نجات یه زن نمیبخشم میخوای همینجا کشته بشی؟ نه بابا پس بریم بفهم میبینی گیره چه دیوونه ای افتادم میگم که بریم از راه کولر تو آشپزخونه صداشون رو بشنویم آره ورد بریم سلام سلام آقا چیکار داری؟ ما از این طرف ها رد می شدیم گفتیم یه مربا تقدیم شما بکنیم شما مربا آلو دوست دارین؟ این مربای آلبالوه بله شما مربای آلبالو دوست دارین؟ فروشنده ای؟ فروشنده؟ نه ما همسایه طبقه پایین هستیم بله میدونید این مربا رو خانومم درست کردن گفتم بیارن خدمت خانم شما البته باید خودشون می اومدن ولی خب چون دیر وقته گذاشتن برای یه موقع دیگه بله بفرمایید چرا فکر کردید که من زن دارم ما همینطوری بله بفرمایید مثل اینکه برای لای در شما یه کمی بزرگه اجازه بدیم برم کوچیکترشو بیارم بگیرید چیو مربا رو نه مال شماست بگیری تا من در رو باز کنم آقای بله اجازه بدیم سلام بگیری چی بود؟ ای نگو آقای لوتی بگیری دلن چی بود؟ ای نگو برید برم چی رو؟ مربا رو خواهد شما رو نداره بابا سلام ببخشید بگم حال شما خوبه؟ منظور دنشی منظور دوستم اینه که هر دوی ما امشب بیخوابی زده بود به سرمون اگه حالتون خوبه بیاییم تو یه چای مربا با بخوریم حال من امشب اصلا مناسب این کارا نیست شب حدس میزدم چرا حدس میزدی؟ هیچی حدس میزدم شب خوبی برای آشنای ما باشه حدیات شما اصلا درست نیست منم همیشه همینو میگم خانمتون حالشون خوبه مال شما چطوره؟ الحمدلله
خانمای شما همینا نیستن که امروز صبح یه خورده ترسیدن؟ اونا رو میگیم؟ اونا خانمای ما نیستن. یه وقت اونا رو اشتباه نگیرین ها. خب با خانمای ما دیگه. بله. شما حالتون خوبه؟ بد نیستیم. شما چطور؟ حال من؟ شب کسی خونتونن؟ عجب سوال احمقانه ای. خب معلوم خانمتون خونن. مزاحم نباشیم. من تنها زندگی میکنم. خانم من مدت هاست که شب بخیر. شب مدت ها عجب داشتم خفه می شدم بابا. آقای لطفی خیلی بد شد. گمونم فهمید که ما یه چیزایی فهمیدیم. آره فهمید که ما فهمیدیم که ما فهمیدیم. نه ها فهمید که ما فهمیدیم که فهمیدیم. زنن اون زنان رو شناختیم. حالا اون میدونه که اونا زنای ما هستن و جونشون در خطر. جنایتکار یه طوری هم بانمود میکرد که انگار زنش تو خونش نیست. باید پلیس رو خبر کنیم. چی بگیم؟ بگیم یه نفر با زنش تو خونش زندگی میکنه؟ نه 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 میگیم یه نفر با زنش تو خونش زندگی میکنه و میگیم نمیکنه و جونش رو خطر. دلیل قانع کننده است؟ نه احمقانه است. زودتر باید بریم زنان نگران میشه.